می کمو. Seriously, I have everything is draining out of my head right now. It's like every orifice. Seriously, every orifice. Hey there again, guys. How are you doing today? I hope you're all doing great. سلام دوستان. حالتون چطوره؟ حالا دلتون خوبه؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش زبان با هنرمندان. امروز هم می‌خوایم یک مسابقه بررسی کنیم با پریانکا چوپرا. فکر کنم خیلی هم می‌شناسیدش. بازیگر معروف هندی که دیگه وارد هالیوود شده. انگلیسیش هم فوق‌العاده است. یه لهجه خاصی هم داره وقتی انگلیسی حرف می‌زنه. امروز هم قراره راجع به فیلم اخیری که بازی کرده صحبت کنه، با جیمی فالن مسابقه داشته باشه. برای تقویت لیسنینگ و یادگیری یه سری لغات و اصطلاحات خیلی مفیده. امروز میخوایم یه سری لغات جالب و فریزال وربای جالبی هم یاد بگیریم. بریم بدون معطلی سراغ ویدیو. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. So without further ado, let's go. خب دوستان، بریم سراغ ویدیو. همزمان با هم ویدیو رو نگاه میکنیم طبق روال، ببینیم مکالمه‌هاشون چیه، چیا به هم میگن، بعد میریم با هم بررسی میکنیم. بدون معطلی بریم ویدیو رو با هم بشنویم. داره راجبه فیلمی که بازی کرده با پریانکا صحبت میکنه. So let's go. 1, 2, 3. The movie is beautiful. I will tell everyone to go see it. It's heartbreaking, but it's also funny, and it's a family drama is the only best way I can set it up. It's real. It's a real family. Yeah, it's a true life story about a family that found out when their daughter was one that she had an illness where she would survive maybe 5 years. And they decided that even though she might not have a long life, they're going to give her a really, really big life. And made everything an adventure. And, you know, she gobbled up life. She eventually went on to write a book, gave like a TED talk. And lived like a really incredible life. So I feel like this movie is sort of so inspiring, where in a world where we're so disjointed from our families, this reminds you how important family support can be, and in a really positive, joyful way. Yeah, it got a standing ovation in the Toronto Film Festival. Yeah. 10-minute standing ovation. Yeah. Right here. خب دوستان، ویدیو رو دیدیم. این دیگه ویدیوی برای رسم پلمنی بعدیه. جملات جالبی داشت، نه؟ استرات زیادی داشت. بریم از اول با هم بررسی کنیم. خب ویدیو اینجا شروع میشه. من شروع میکنم جمله جمله خوندن و مثل ویدیوی قبلی با هم بررسی میکنیم. The movie is beautiful. فیلم خیلی زیباست. موی خیلی زیباست. اون که دیگه ساده است. Beautiful. I will tell everyone to go see it. به همه میگم که برن ببیننش. To go see it. To go watch it. I want to go see it. It's heartbreaking. It's heartbreaking, but it's also funny. Heartbreaking یعنی خیلی ناراحت کننده. قلب شما رو میشکنه. You broke my heart. دیدین که تو روابط میگن تمام شد، قلب منو شکستی. چیزی که خیلی ناراحت کننده باشه رو میتونی از صفت heartbreaking استفاده کنی و باید سر هم بنویسی یا جدا نه. Heartbreaking یعنی چیزی که خیلی ناراحت کننده است و قلب شما رو میشکنه، غم انگیزه. It's heartbreaking but it's also funny. It's a family drama. یه درام خانوادگیه موضوع فیلم. The family drama is the only best. It's the best way I can set it up. خب اینجا از یه phrasal verb استفاده کرده. Phrasal verb set up. خب ببینید دوستان، اینجا منظورش اینه که به بهترین طریقی که میتونم توصیفش کنم همینه. یه ویدیو فیلم خیلی قشنگیه که خیلی غم انگیزه ولی خب بامزه هم هست، فانیه و یه درام خانوادگیه. The best way I can set it up. بهترین راهی که میتونم توصیفش کنم، بچینمش مطالبشو و بیان کنم. خب اینجا منظورش اینه. The best way I can describe it. میتونی از describe هم استفاده کنی. The best way I can describe it. خب حالا ما set up داریم، یه دونه set someone up داریم، یه set something up داریم. خب وقتی شما میگی set someone up، you set me up. مثلا میگی you set me up. گذشته set هم میشه set دیگه، حواستون باشه. Set. خب you set me up یعنی تو منو که بهم کلک زدی، مثلا حقه گذاشتی. خب یا اصلا میرن سر یه جایی، میرن توی خونه ای، بعد میبینن یه عالم مواد مخدر است، بعد پلیس هم داره میاد، با اینکه مواد مال شما نیست، اون یه حقه است، برات پاپوش دوختن. پاپوش هم بهش میگن سراب، برمیگردن میگن it's a setup. خب یا مثلا میگن you set me up، یعنی که تو واسه من پاپوش دوختی، تو حقه زدی. خب
ولی اگه شخص نباشه set something up یعنی سرهم کردن، توصیف کردن، توی جایی قرار دادن، خب it's the best way I can set it up، یعنی که بهترین طریقه که میتونم این فیلم رو توصیف کنم. If I can set up, it's real, it's a real... But it's a real family. Real family. Yeah, it's a true life story. Yeah, it's a true life story about a family that found out. میگه که بله, it's a true life story, یک داستان واقعی زندگیه. خب, true life story, به فیلمی که مثلا موضوعش واقعی باشه, از زندگی کسی گرفته شده باشه, داستانش میگن true life story. زندگی, یعنی داستان زندگی یک شخصیه که واقعیت داره. خب, it's a true life story about a family that found out, در رابطه با خانواده‌ای که متوجه شدن. ما فایند اوت رو بررسی کردیم, خیلی هم زیاد بررسی کردیم, هم تو فرندز بررسی کردیم, هم تو آموزش زبان با فیلم. فایند اوت یک فریزال ورب یعنی فهمیدن, خب متوجه شدن, خب مثل فیگر اوت میمونه, ولی فیگر اوت یعنی میتونه فعل بیشتر برای امری هم استفاده میشه. سعی کن بفهمی این چیه, try to figure it out, دیگه نمیگن try to find it out. خب ولی میخوام بگم من متوجه شدم, میگن I found out یا I figured out. خب اونجا هم داره میگه که yeah, it's a true life story about a family that found out, story about a family that found out when their daughter was one, when their daughter was one that she had an illness, when their daughter was one, وقتی که فهمیدن, وقتی که دخترشون یک سالش بود, when the daughter was one and she had an illness, و اون یک مریضی داشت. خب خب متوجه شدن که دخترشون تو سن یک سالگی یک مریضی داشته. That she had an illness where she would survive maybe 5 years. متوجه شدن که وقتی بچهشون یک سال بوده she had an illness where she would survive maybe 5 years. اینجا where منظورش یعنی چی؟ جایی که نه. خب متوجه شدن مریضی داره که دیگه نهایت مثلا میتونه 5 سال زنده باشه. خب survive یعنی زنده بودن, با اون مرضی که داره نهایت میتونه 5 سال کرنجار بره. خب where she would survive maybe 5 years, شاید فقط 5 سال بتونه زندگی کنه یا 5 سال بتونه طاقت بیاره, مریضیش انقدر بد بوده که کشنده است. Survive maybe 5 years and they decided that even though she might not have, she might not have, میگه و تصمیم گرفتن, and they decided that even though, اگرچه, even though به معنای اگرچه, خب that decided that even though she might not have, میگن اگر چه ممکنه اون نداشته باشه, چی نداشته باشه, even though she might not have a long life, a long life, they're gonna give her a really really big life. خب so they decided even though she might not have a long life, they decided to give her a really big life. میگن اگر چه ممکنه یک زندگی طولانی نتونه داشته باشه, زود قراره بمیره, ولی قراره بهش یک زندگی خیلی بزرگ بدن, سعی کنن همین چند سالی هم که زنده است رو بتونه نهایت استفاده رو ببره بچه. They're gonna give her a really really big life. قراره یه زندگی بزرگ بهش بدن. حالا منظورش چیه؟ جلوتر توضیح میده. They're gonna give her a really really big life and made everything an adventure. و هر چیزی رو تو زندگی براش یک ماجراجویی کردن. And made everything an adventure. خب کل زندگی رو براش یک ماجراجویی کردن. بجای که بشن غصه بخورن, وای بچه ما الان میخواد زود بمیره و فلان و بسار, سعی کردن کاری کنن از همین زمان کوتاهی که داره نهایت استفاده رو ببره. An adventure and you know, she gobbled up life. دقیقا همین که من الان گفتم, she gobbled up life, یک فریزال ورب دیگه, gobble up. اول خود گابل رو بررسی کنیم. وقتی گابل up کلن معنیش با گابل فرق میکنه. خب گابل به معنای سریع خوردن یه چیزی, مثلا تو میگی she gobbled her dinner, یعنی غذاشو شامشو خیلی سریع, معمولا خیلی سریع و همراه با سر و صدا خوردن. she gobbled her dinner, یعنی شامشو سریع خورد و رفت, همرو تون تون با سر و صدا خوردن میشه گابل. خب حالا گابل up something وقتی فریزال ورب بشه یعنی نهایت استفاده از چیزی رو بردن, از تمام شرایط و امکاناتی که داری استفاده کردن, از تمام لحظات استفاده کردن. I gobbled up my money, من از تمام پولم تقریبا استفاده کردم. خب از I gobbled up my saving, من از تمام ذخایرم استفاده کردم. خب اینجا هم داره میگه and she gobbled up life, یعنی که از تمام لحظات زندگی استفاده کرد تو مدت کوتاهی که داشت. خب اینجا دیگه زندگیشو خورد نیستا, گابل خالی یعنی سری غذا خوردن و تند غذا خوردن, گابل up یعنی که از نهایت استفاده از چیزی رو بردن. خب بریم ادامه. gobbled up life, she eventually went on to write a book, gave like a TED talk. She eventually به معنای در نهایت, بالاخره, وقتی شما یه مدت طولانی روی چیزی داری تلاش میکنی. خب I eventually did it, بالاخره انجامش دادم.
He's gonna make it eventually. بالاخره موفق میشه. خب بالاخره she eventually went on. اینجا went on به چه معنیه؟ ادامه دادن. شنیدی که میگن go on، ادامه بده. You have to go on. خب we need to go on، باید ادامه بدیم. گذشتش میشه went on. اینجا منظورش اینه که بالاخره به این مسیر ادامه داد و یک کتاب نوشت. To write a book. این مسیر رو ادامه داد تو یک کتاب بنویسه. خب یعنی که اون مسیر پر از ماجراجویی شو که تمام لحظات زندگیش استفاده میکرد انقدر ادامه داد تا بتونه یک کتابم بنویسه. تصمیم گرفت یک کتاب بنویسه. She eventually went on to write a book. Gave like a TED talk. Gave like a TED talk. TED talk رو فکر کنم برنامه TED رو خیلی ها میشناسید. کسایی که نابغه حرفی برای گفتن دارن یا مثلا خلاقیتی انجام دادن، حرف تاثیرگذاری میخوان بزنن، کار علمی انجام دادن، میان تو این برنامه سخنرانی میکنن. TED talk راجع به همه چی هم هست، شما فقط باید بتونی یه چیزی برای گفتن داشته باشی. خب وقتی یه چیز جدیدی ابدا کرده باشی، حرفی برای گفتن داشته باشی، یعنی که همجوری داشته پیشرفت میکردی که کتابم نوشته و توی برنامه TED هم یه سخنرانی داشته. Write a book, gave like a TED talk, and lived like a real. A real incredible life. و یک زندگی فوق‌العاده شگفت‌انگیز رو زندگی کرد. Incredible life. So I feel like this movie is. So I feel like this movie is sort of so inspiring. میگه so I feel like برای همین من حس میکنم که این فیلم یه جورایی خیلی الهام بخشه. Inspiring یعنی الهام بخش. You inspired me. تو رو من تأثیر گذاشتی. خب تو الهام بخش من بودی. خب inspiring یعنی الهام بخش. So I feel like this movie is sort of inspiring. Sort of so inspiring where in a world where we are so disjointed from our families. توی دنیایی که ما خیلی disjointedیم از خانواده. Disjointed یعنی چی؟ بیاییم بشکافیمش. کلمه join یعنی فعل join یعنی ملحق شدن. حالا joint یعنی چی؟ joint یعنی مفصل. خب توی علم پزشکی اونجا که دو تا استخون به هم چسبیده میشه بهش میگن مفصل. حالا جوینتد یعنی چی؟ وقتی به هم مفصل شده، به هم متصل شده. مثلا تو میگی you have to cut it from the jointed section. میگه تو باید از جایی که به هم مفصل شدن ببریش. You have to cut it from the jointed section. خب جایی که به هم مفصل شدن از اونجا باید ببریش. حالا disjointed که میاد قبلش میشه مخالفش، از هم گسیخته، از هم مجزا، خب جدا شده. خب اینجا هم داره میگه in a word where we are so disjointed from our families. توی دنیایی که ما خیلی جدا شدیم، دور شدیم، گسسته شدیم از خانوادمون. خب خیلی فاصله گرفتیم از خانوادمون، پس به معنای از هم جدا شده. خب یه جمله خیلی قشنگ اونجا داشتیم in a world توی دنیایی که where we are so disjointed from our families، ما خیلی از خانوادمون فاصله گرفتیم. We're so disjointed from our families. This reminds you how important family support can be. میگه این بهت یادآوری میکنه، این فیلم در واقع این حمایت کردنه. This reminds you how important family support can be. بهت یادآوری میکنه که چقدر حمایت خانواده میتونه اهمیت داشته باشه، چقدر میتونه مهم باشه. How important family support can be. پس این بهت یادآوری میکنه که حمایت خانواده چقدر میتونه مهم باشه. Do how important family support can be, and in a really positive, and in a really positive, joyful way. و توی یک از طریق یک راه خیلی مثبت و لذت بخش. Joy یعنی لذت دیگه. خب I'm joyful. من شادم. Something is very joyful. یه چیزی خیلی لذت بخشه، خیلی تو رو شاد میکنه. خب in a really positive and joyful way به طریق خیلی مثبت و قشنگ و لذت بخش. The joyful way. Yeah, it got a standing ovation in the Toronto Film Festival. حالا ما اینجا میتونیم بگیم تورنتو، اینا میگن تورنتو، تلفظ‌های مختلف داره. Yeah, it got a standing ovation in the Toronto Film Festival. میگه آره، it اینجا برمیگرده به فیلم، این فیلمی که بازی کردی. It got a standing ovation in the Toronto Film Festival. میگه که یه standing ovation گرفت توی فستیوال فیلم تورنتو. به چه معنی استندینگ اوویشن؟ کلمه استندینگ رو میتونی حدس بزنی دیگه. اون تشویق همگانی که همه پا میشن توی مثلا فستیوال یا چیزی، شروع میکنن دست زدن، 7 دقیقه 10 دقیقه همه دست میزنن، بهش میگن استندینگ اوویشن. کلش یه عبارته. It got a standing ovation in the Toronto Film Festival. حالا یا Toronto Film Festival. خب یعنی که یه تشویق همگانی گرفت توی فستیوال فیلم تورنتو. اوکی؟
It got a standing ovation in the Toronto Film Festival. Yeah. Toronto, بهش میگه Toronto. A 10 minutes standing ovation. اینجا minutes جمع نداشته. A 10 minutes standing ovation. یک تشویق همگانی 10 دقیقه. 10 minutes standing ovation. Yeah. Right here. خب دوستان بررسی کردیم ویدیو رو. عبارتهای جالبی داشتیم. Phrasal verb داشتیم کلی. Set up. Set someone up. Set something up. Gobbled up. Gobble up life. نهایت استفاده رو بردن. دیگه چی رو داشتیم؟ کلی عبارت داشتیم که من خیلی یادم نمیاد کدوم ها بود، ولی کلی جمله استندینگ اوویشن رو داشتیم، تشویق همگانی رو داشتیم، دیسجوینتد رو داشتیم، از هم گسیخته، از هم جدا شده، فاصله گرفته. How disjointed we are from our families، که ما چقدر جداییم از خانواده هامون و جدا شدیم، دور شدیم. inspiring رو بررسی کردیم، الهام بخش، و کلی phrasal verb و لغات جالب رو شنیدیم و تقویت کردیم لسنینگمون. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه، امیدوارم لذت برده باشید. بازم یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و در آخر ویدیو یه بار دیگه پخش میشه این مسابقه، یک بار دیگه حالا از اول تا آخر ببینید. مرسی که ویدیو رو دیدید، تا ویدیوی بعدی take care. The movie is beautiful. I will tell everyone to go see it. It's heartbreaking. But it's also funny, and it's a family drama. It's the only best way I can set it up. But it's real. It's a real family. Yeah, it's a true life story about a family that found out when their daughter was one that she had an illness where she would survive maybe 5 years. And they decided that even though she might not have a long life, they're going to give her a really, really big life. And made everything an adventure. And, you know, she gobbled up life. She eventually went on to write a book, gave like a TED Talk, and lived like a really incredible life. So I feel like this movie is sort of so inspiring, where in a world where we're so disjointed from our families, this reminds you how important family support can be, and in a really positive, joyful way. Yeah, it got a standing ovation in the Toronto Film Festival. Yeah. 10 minutes.